در خط خبرها، جو امنیتی در تهران و برخی شهرهای دیگر در آستانه سالگرد اعتراضهای آبان 98. ایران بازنده بزرگ جنگ قره‌باغ، ترکیه برنده اصلی. و هشدار حریرچی، زمستان تعداد کشته های روزانه کرونا از رنگ فوق قرمز به سیاه تبدیل می شود. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. جو امنیتی در تهران و برخی شهرهای دیگر در آستانه سالگرد اعتراضهای آبان 98. در آستانه سالگرد اعتراضهای آبان 98، ویدیوهایی از حضور پرشمار نیروهای امنیتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. بر اساس برخی فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی، نیروهای امنیتی و خودروهای ضد شورش در تهران جو امنیتی برقرار کرده‌اند. در دیگر شهرهای ایران هم که صحنه اعتراض‌های آبان ماه بودند، نیروهای امنیتی حضور دارند. از جمله فیلم‌های منتشر شده از شهر صدرا در نزدیکی شیراز، نیروهای امنیتی در چهار راه ها را نشان می دهند. این شهر یکی از کانونهای اعتراضهای آبان 98 در استان فارس بود. فیلم و تصاویری نیز از جو امنیتی در قلعه حسن خان یا شهر قدس منتشر شده است که ایران اینترنشنال مستقلا نمی تواند صحت آن را تایید کند. این شهر نیز از کانونهای اعتراضها در استان تهران بود و لیلا واثقی فرماندار آن اعلام کرد که دستور شلیک مستقیم به معترضانی که وارد فرمانداری شده اند را داده است. علاوه بر این، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهریار، کرج، مشهد و کرمانشاه است. بر اساس گزارش‌ها قرار است در روزهای آینده مراسم سالگرد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه برگزار شود. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار و از بستگان فرزاد انصاری فر که آبان گذشته در بهبهان کشته شد، در توییتی نوشت: به خانواده چند نفر از قربانیان کشتار آبان 98 در بهبهان گفته‌اند مراسم سالگرد را برگزار نکنند یا محدود به حضور 20 نفر از نزدیکان باشد. در همین حال، جاده بهبهان به سوی قبرستان این شهر برای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان تخریب و مسدود شده است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، بخشی از آسفالت‌های این جاده نیز کنده شده است. پس از گذشت یک سال، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی گزارشی درباره تعداد دقیق کشته شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات آبان 98 منتشر نکرده‌اند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها را 200 تا 225 نفر اعلام کرده است. عفو بین الملل در گزارشی از کشته شدن 304 نفر از معترضان خبر داده و خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام وزارت کشور تعداد کشته شدگان را 1500 نفر گزارش داده است. گروه وسیعی از کاربران توییتر هم روز سه‌شنبه طوفان توییتری کم سابقه ای را با هشتگ اعدام نکنید به راه انداختند که به ترند اول توییتر فارسی تبدیل شد و در میان ترندهای جهانی هم قرار گرفت. برخی کاربران این طوفان توییتری را بزرگترین تظاهرات مجازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند. در همین حال، تعداد قابل توجهی از کاربران توییتر روز پنجشنبه از دریافت پیامکی جعلی مبنی بر تهدید به تعقیب قضایی به اتهام اخلال در امنیت ملی خبر دادند. در انتهای این پیام، عنوان وزارت دادگستری تهران بزرگ نوشته شده است. برخی کاربران میگویند این پیام جعلی برای ارعاب افراد است. ایران بازنده بزرگ جنگ قره‌باغ، ترکیه برنده اصلی. مرزبندی‌های سیاسی جدید میان ارمنستان و آذربایجان ایران را متضرر خواهد کرد. در شرایطی که ایران با بحران اقتصادی ویروس کرونا و اعتراضات داخلی مواجه است، آخرین چیزی که تهران به آن نیاز داشت، تغییر در وضعیت امن سه دهه اخیر قفقاز جنوبی بود. درگیری حدود سه دهه‌ای بین آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی پس از 45 روز جنگ سخت در این هفته به پایان رسید. عرب نیوز در مطلبی با عنوان ایران بازنده بزرگ در جنگ قره‌باغ، وضعیت جدید را با تمرکز بر نقش جدید ایران تحلیل کرده است. برآورد می شود که ارمنستان تقریباً 40% تجهیزات خود را از جمله صدها تانک خودروی زرهی و قطعات توپخانه از دست داده باشد. این احتمال وجود دارد که آذربایجان تجهیزات بیشتری را از ارمنستان به غنیمت بگیرد. این شرایط احتمالاً یکی از موارد نادر در تاریخ است که یک ارتش در پایان جنگ تجهیزات بیشتری نسبت به آغاز جنگ داشته باشد. ترکیه و روسیه نقش بزرگ
بزرگی در درگیری ها داشتند. روسیه به طور سنتی از ارمنستان حمایت می کند، اما در این درگیری با اتخاذ رویکردی غیر دوستانه ایروان را دل سرد کرد. ترکیه همیشه به آذربایجان نزدیک بوده است و در سالهای اخیر در رقابت ژئوپلیتیکی طولانی با روسیه در مناطقی مانند سوریه، لیبی و تا حدودی اوکراین بوده است. توافقنامه صلح که اوایل این هفته با میانجیگری روسیه و تاثیر ترکیه در پشت صحنه به نتیجه رسید، به محاصره نیروهای ارمنی در داخل آذربایجان و استقرار یک نیروی حافظ صلح کوچک روسی در مناطقی از ناگورنوی‌قره‌باغ با اقلیت قابل توجه ارمنی منجر شد. در حالی که بسیاری از تحلیل‌ها بر این متمرکز شده که معنای شکست ارمنستان برای ترکیه و روسیه چه بوده، اما بازنده بزرگ در این درگیری ایران بود. به دلایل تاریخی ایران خود را واجد شرایطی خاص در قفقاز جنوبی می‌داند. ارمنستان و آذربایجان بخشی از امپراتوری پارس بودند و امروز ارمنستان و ایران روابط نزدیکی دارند. آذربایجان یکی از مناطق شیعه نشین جهان است که ایران نتوانسته آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. در حالی که روابط بین باکو و تهران در ظاهر صمیمانه است، تنشی اساسی میان آنها وجود دارد. در طول جنگ قره‌باغ در دهه 1990 ایران به عنوان راهی برای به حاشیه بردن نقش آذربایجان در منطقه در کنار ارمنستان بود. سه دلیل وجود دارد که ایران یک بازنده بزرگ در این درگیری است. در وهله اول باید دید که واکنش جمعیت آذری بزرگ ایران به پیروزی آذربایجان چیست. آذری‌ها دومین قوم بزرگ در ایران هستند. در طول درگیری‌ها شعارها و اعتراضات بسیاری به طرفداری از آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌ها وجود داشت. رژیم ایران بسیار مراقب بود که در جریان درگیری متعادل به نظر برسد، اما در عین حال بسیاری از اعتراضات مربوط به طرفداری از آذربایجان را ساکت کرد. فشار اندکی از سوی اقلیت آذری شمال ایران برای تعیین سرنوشت و خودمختاری همواره وجود دارد. گرچه این امر به جنبشی بزرگ برای استقلال تبدیل نشده، اما برخی از رهبران ایران را نگران می کند. در وهله دوم ایران مجبور از زمان، منابع و نیروهایی را برای سازگاری با واقعیت ژئوپلیتیکی جدید در مرز شمالی خود با آذربایجان اختصاص دهد. این اقدام می تواند به معنای تمرکز کمتر ایران بر مکانهای دیگر مانند خلیج فارس و سوریه باشد. بخشی از مرزهای آذربایجان و ایران از سال 1994 در دست ارامنه بوده است. اکنون که این مرز دوباره تحت کنترل باکو قرار گرفته است، یک پویایی امنیتی جدید بین این دو کشور ایجاد شده است. همچنین وجود 2000 نیروی حافظ صلح روسی که اکنون تنها 100 کیلومتر از مرز ایران فاصله دارد، به طور حتم بسیاری را در تهران نگران خواهد کرد. اگرچه روسیه و ایران در چند سال اخیر روابط خوبی داشتند، اما به مدت دو قرن از قدرت‌های رقیب منطقه بودند. ایران شروع در مرزهای شمالی خود کرده است. باید دید آیا این فقط یک اقدام موقتی است یا به دلیل وضعیت امنیتی جدید در کشور دائمی خواهد شد. سرانجام مشخص نیست که موفقیت آذربایجان در جنگ چگونه بر روابط دو جانبه این کشور با ایران تأثیر می‌گذارد. آذربایجان تلاش کرده تا روابط صمیمانه خود را با ایران حفظ کند، زیرا برای دسترسی به منطقه خود مختار نخجوان خود دسترسی به آذربایجان بین ایران، ارمنستان و ترکیه به دسترسی به فضای هوایی و خاک ایران متکی بود. علاوه بر حقوق ترانزیت، آذربایجان برای تامین گاز طبیعی نخجوان نیز به ایران متکی است. به عنوان بخشی از توافق صلح اخیر، ارمنستان در حال باز کردن یک کریدور از طریق خاک خود است که به آذربایجان اجازه می‌دهد کالاها را به طور مستقیم به نخجوان حمل کند. علاوه بر این، اوایل سال جاری ترکیه خط لوله جدید گاز طبیعی را برای تامین انرژی نخجوان معرفی کرد. به این دلایل اکنون ایران برای آذربایجان اهمیت کمتری دارد و احتمال تغییری پویا در روابط دو جانبه به نفع باکو وجود دارد. ایران مشکلات زیادی دارد. اقتصادش را که با ناآرامی‌های سیاسی در داخل کشور مواجه است، در کنترل ویروس کرونا شکست خورده و مداخلات پرهزینه بی‌پایان در کشورهای مانند سوریه و عراق دارد. آخرین چیزی که تهران در حال حاضر به آن نیاز دارد، تغییر در وضعیت امنیتی بود که طی سه دهه گذشته در قفقاز جنوبی از آن بهره مند بود. متأسفانه این دقیقاً همان چیزی است که برای ایران اتفاق می‌افتد.
هشدار حریرچی: زمستان تعداد کشته‌های روزانه کرونا از رنگ فوق قرمز به سیاه تبدیل می‌شود. معاون کل وزیر بهداشت ایران از پیش‌بینی‌ها در دو برابر شدن مرگ ناشی از کرونا در دو هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که زمستان هم مثل پاییز که تعداد کشته‌های روزانه از رنگ فوق قرمز به سیاهی گرایید، سیاه خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شنبه 14 نوامبر 2020 ایرج حریرچی با بیان اینکه تقریبا روزانه 3000 مورد بیمار کرونایی برای بستری به بیمارستان مراجعه می کنند و بیش از 11000 مورد جدید شناسایی می شوند گفت: البته همه موارد جدید شناسایی نمی شوند، هر چند تست ها دارد بیشتر می شود. به گفته او بیش از 10 روز است که شمار فوتی های روزانه ایران بالای 450 مورد است و فعلا روند صعودی در ابتلا و بستری و در مرگ پیش بینی شده است. حریرچی تصریح کرد که بر اساس پیش بینی سایت IHMI که پیش بینی های آمریکا بر مبنای آن انجام و برنامه ریزی می شود، از افزایش موارد مرگ و میر تا نزدیک دو برابر در دو هفته آینده در ایران خبر داده است. به گفته او مهمانی های خانوادگی عامل حداقل 30% و در برخی استان ها عامل 50% موارد ابتلای جدید است. حریرچی افزود: بیایید همه با هم رعایت کنیم، چرا که متاسفانه پاییز ما با این تعداد کشته روزانه از رنگ فوق قرمز به سیاهی گرایید، ولی حداقل زمستان را به رنگ سفید تبدیل کنیم و در سیاهی این مرگ و میر غرق نشویم.